یک فعال مدنی افغانستانی خبر داده که سنی‌های تندروی طالبان در هفته جاری 5 نفر از دختران و زنان که از اعتراضات و تظاهرات برمیگشتند را مورد حمله قرار داده و 2 تن از آنها را به ضرب گلوله به محل قلب و به صورت تیرباران به قتل رسانده است. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که نگرانی فزاینده‌ای درباره ناپدید شدن تمن نظریابی پریانی و پروانه ابراهیم خلیل وجود دارد. خبری که مجاهد سخنگوی طالبان آن را به این گروه تروریستی بی ربط خوانده و تکذیب کرد. اما کریم رحیمیار فعال مدنی و فعال حقوق زنان در افغانستان ضمن تایید روبودن این 2 فعال مدنی توسط طالبان گفت متاسفانه روز یکشنبه هفته گذشته 2 تن از فعالان مدنی و حقوق زنان در کابل به طرز وحشیانه‌ای با هجوم نیروهای طالبان به منزلشان روبوده شدند و حالا هیچ کس حتی جرأت نزدیک شدن به منزل آنها را ندارد. به افزود سخنگوی طالبان در حال این مسئله را تکذیب کرده که اساساً شرم‌آور و حیرت‌آور به نظر می‌رسد. وقتی که خانواده درجه 1 و حتی همسایگان این 2 فعال مدنی روبودن آنها آن هم با آن وضعیت دردناک و وحشیانه را تایید می‌کنند، سخنگوی این گروه چگونه این مسئله را تکذیب کرده است؟ رحیمیار همچنین گفت این هفته حدود 5 نفر از دختران و زنان که از اعتراضات و تظاهرات برمیگشتند در مسیر بازگشت مورد حمله طالبان قرار گرفته و 2 تن از آنها به ضرب گلوله به محل قلب و به صورت تیرباران به قتل رسیدند. همچنین 1 زن دیگر اهل کابل که در راه بازگشت به منزل از تظاهرات بوده نیز توسط طالبان مورد حمله و تیرباران قرار گرفته و جان خود را از دست داده است. این مورد از به قتل رساندن زنان در افغانستان توسط طالبان 4مین مورد در هفته اخیر در کابل بوده است.